درست مثل یک فرزندی که توی خانواده‌ای بار میاد که همه چیز این فرزند رو پدر و مادر تأمین میکنن، این فرزند فرصت رو پای خود ایستادن پیدا نمیکنه. ما از ابتدا با یه خدای قادر متعالی روبرو هستیم که مریض میکنه، شفا میده، قرض رو ادا میکنه، دوای درد در مندان همه کار میکنه. خودمون ببینیم ما چی دیگه هست. خب اگر انسان خودش رو بشناسه و اون وقت میفهمه که خودش خداست، خودش قادره، خودش میتونه از خیلی از چیزهایی که عرضم به حضورتون شما مصیبت میدونید جلو بگیره. برای که اگر یک نگاهی به کارنامه زندگیتون بکنید، بخش عظیمی از گرفتاری ها، مشکلات، مصیبت ها دستاورد عمل خودتونه. خودتون هستید که میتونستید ایجاد نکنید و امروز هم خودتون هستید که بهترین راه و بهترین چاره رو میتونید در این جهت پیدا بکنید. ببینیم یک آقای روحانی و وعده هایی که میده، شما نگاه بکنید با چشم عقل ببینید با چه نوع مطالبی به شما وعده داده میشه و شما چگونه فریب میخورید. هوای بهشت طبیعیه که مطبوعترین و معتدلترین هواست، لذا دیگه تو بعضی از آیات قرآن داره که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه اون داغی خورشید رو و سوزندگی رو حس میکنن، نه اون سرمای گزنده رو، معتدل و مطبوع هستش. میوه‌هاش و سایه‌هاش هم که دائمه، اکله‌ها دائم و ظله‌ها، همچین خصوصیاتی تو بهشتی که برای اینها هست داره. و فروش مرفوعه، همسران ارزشمند و گرانقدر، چه همسران گرانقدری که اینجا گفته حورالعین هستش، چه همون همسرانی که تو دنیا داشتن، ولی ارزشمند و گرانقدر، از هر جهت ارزشمند، هم از جهت جمال، هم از جهت کمالاتشون، هوششون، فکرشون. انا انشأناهن انشاء، ما انگار یه آفرینش دیگری به این همسران اونجا میدیم، اصلا انگار یه جور دیگه خلق شدن همسران بهشتی ها. آقا جان تو همین قسمتش، یعنی خانومه جایی ندارن اونجا، بهش مخصوص آقایونه. آقا شما همسرم نه، من تیرت میکنم از خانومایی که میشینن پای این اراجیف که در بهشت، حالا نمیدونم بحث باکره شو کرد یا نه، شما همسران با همیشه باکره خواهید داشت. پس بهشت مختص آقایونه، آب و هواش هم همیشه معتدله و عرضم به حضور میوه های خیلی خوب هم داره و همسرانی خواهید داشت که همیشه باکرن بکرن. جعلهن ابکارا، همیشه بکرن، همیشه با طراوت، با نشاط، جوان و شاداب هستن، پیر و شکسته و فرسوده نمیشن و همچنین به هر حال دستی از قبل بهشون نخورده، دست خورده نیستن، همیشه بکر و تازه هستن. ابکار تعبیر این هستش. مجسم کن توی جایی هستی، آب و هوا خوب، میوه ها خوب، چند همسری، همسرا همیشه جوان، همیشه رویاش هم شیرینه. قشنگه. ادامه شو بحث کنید لطفا. بهشون نخورده، دست خورده نیستن، همیشه بکر و تازه هستن. ابکار تعبیر این هستش. در جای دیگری تو سوره الرحمن هم همینه داره که قاصرات فیهن قاصرات و طرف لم یتمسهن انسان قبلهم ولا جان، همسران بهشتی در اونجا چشمشون جوری هستش که، چون قاصرات و طرف یعنی چشما افتاده است. حالا بعضی رو میگفتن خود خمار بودن چشم یه ما قشنگیه، یه ما زیباییست تو چشم. آقا بیا تو چشاش هم همش خماره، چشام همش خماره. شما رو به خدا ببین ما کجاییم؟ نه ما کجاییم، اینا کجا هم در یه فضایی که آب و هوا همیشه معتدل، انگار نورهای خوب، چند همسری، همه با تراوت، همیشه جوون. شما حالا شده 90 سالت، همسر مثلا 17 سالشه، چشمامون هم چشماش هم خمار، چشماش حسابی زده. ببین ادامهش برش کن.
اما بعضی دیگه این رو یه جوری دیگه معنا کردن که چشمای مقدار افتاده، چشمای همسران، یعنی اینکه فرو پوشیده شده از دیگران، یعنی چشم به دیگران ندارن، فقط به همسرشون نگاه میکنن. چشمشون اینجور نیستش که هر جایی رو چشمشون ببینه. کسی دیگری رو ندیده، آفرین، فقط به همسرانشون نگاه میکنن. و لم یتمسهن انسون قبلهم ولا جان، دستی از انس و جن قبلا به او نرسیده. او جوری هستش که فقط عشق و محبت همسرش رو داره، صفا و صمیمیتی با کسی دیگری نداشته، فقط و فقط برای این هستش. خصوصیت همسران بهشتی این هستش که به هر حال فقط و فقط مخصوص خود اون فردن. از امام صادق علیه السلام شخص پرسید که قبلا هم به روایت یه بخشش رو خونده بودیم که موسیقی هم تو بهشت وجود داره، امام صادق علیه السلام فرمود بله. اونجا موسیقی وجود داره، الان روشم تعیین نمی‌کنه پاپ سنتی فلانه. خب این چیزی که وعدش در بهشت هست چطور تو حرامش می‌کنی؟ ببین آقای ویکتوری، کار چقدر عمیقه. یعنی واقعا خب جامعه به این وسیله که میگن افیونه، واقعا افیونه. من یه سوال دیگه دارم، چرا این بابا اینقدر هنگاپ روی اینه که زنش فقط و فقط و فقط اینو میبینه، هیچ که دیگه رو نمیبینه، اما خودش خبره، همه زنها رو میبینه، همه زنها رو میبینه، 6-7 تاشم اصلا داره که میدونه از این بره به اون به اون به اون، ولی زنه فقط و فقط خودش میبینه. و این مهمتر از چی میترسه؟ و مهمتر از این نشون میده که تو بهش زنها نمیبینن مگر برای این که همسر دیگران بشن و فقط هم به یه آدم نگاه کنن. بقیهش بخش کنید. درختانی هست که وقتی نسیمی از پای عرش الهی میوزه تو اون درختان، آنچنان نغمه و آهنگ بلند میشه که به گوش احدی نخورده، به قدری زیبا و سرمست کننده است. بعد حضرت یه تعبیری داره، مقصودم اینجاست. حضرت فرمود که تو جلد 8 بهار الانواره، امام صادق علیه السلام فرمود هازا عوض لمن ترک السماع فی الدنیا مخافت الله. این نغمه بهشتی به گوش اون کسی میخوره که از شنیدن موسیقی های حرام تو دنیا به خاطر ترس از خدا و خوف از مجازات الهی و احترام به او اونو ترک کرده باشه. آقا این اصلا یه بحث خیلی عجیب و حیرت انگیزیه. کسی که اینجا موسیقی گوش نکنه جایزش اینه که اونجا موسیقی گوش کنه. آقا شما فکرشو بکنید. و بعد هم شما که اونجا میگی اصلا نمیگی چه نوع موسیقی اونجا هست، میگی موسیقی سرمست کننده. خب موسیقی سرمست کننده همون قناست دیگه، کدوم موسیقی آدم سرمست میکنه؟ منظورم این است که آقای ویکتوری واقعا جامعه با شنیدن این وعده هاست که فریب میخوره و تصور میکنه که اینا اصلا و هیچ وقتا نمیشینه فکر بکنه که آیا یه همچی چیزی اصلا درسته. من اونجا معذرت میخوام، امکان همخوابگی دارم، حالا بحث های دیگه هم داریم که حالا ما وارد اوناش نمیشیم که آقا پسر بچه هم اونجا هست برای مردا. آقا حوری و قلمان یعنی چی؟ والا حوری و قلمان یعنی هم زن و هم پسر. یعنی این آقا رو باید بگیرن، محاکمش بکنن، تنبیهش بکنن و اصلا جزاش بدن که آقا تو این حرفو چیه داری میزنی؟